بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انجینر صاحبای گرامی، احوال شما بخیر. ما امیدوار هستم که بخیر و بسلامت بوده باشین. به ادامه سلسله دروس مضمون کلکولس یک، در این درس خود ما میپردازم به قسمت باقی مانده سکشن دو یکتان. در لکچر قبلی ما شما به تانجنت پرابلم پرداختیم، معزلی خط مماس یاد گرفتیم و فهمیدیم و رای حل برش پیشنهاد کردیم. در این لکچر ما شما به ولاسیتی پرابلم یا معزله سرعت، اینجا ما شما در ختم درس امروز میفهمیم که معزله سرعت چیست. ما شما سرعت دستبندی میکنیم، میگیم سرعت متوسط، سرعت لحظوی. علاوه بر از او باز ما شما یاد میگیریم که چطور سرعت یک جسم در یک لحظه معین محاسبه کنیم یا انستانتنیوس ولاسیتی از اونا را مورد بررسی قرار بدیم. ما خیلی در این لکچر که ما شما برای فعلا در نظر گرفتیم، در این لکچر ما شما میپردازیم به ولاسیتی پرابلم، به قسمت دوم بحث ما که ولاسیتی پرابلم بوده باشه، به بحث ولاسیتی پرابلم میپردازیم. میگم velocity problem یا معزله سرعت میگم. خب ما قبل از اینکه به معزله سرعت بپردازم، شما از مباحث مکتبتان بحث سرعت را میفهمین یا velocity را میفهمین. هر زمانی که ما سرعت میگیم یعنی چی؟ سرعت یعنی فاصله پیموده شده فی واحد زمان. تصور بکنید که این یک فاصله بوده باشه، از اینی قسمت، از اینی موقعیت تا و اینی موقعیت، این یک فاصله بوده باشه. این رو من در نظر میگیرم، این فاصله رو به حرف اس نشان میدم و یک مدت زمان در بر بگیره به خاطر از اینکه یک جسم حرکت بکنه از اینی جه تا به اینی جه، یک مدت زمان تیره. در یک مدت زمان تی فاصله اس به پیمایه. شما میگین سرعت از این مسایز فاصله پیموده شده بر زمان. با عنوان مثال شما تصور بکنین که یک اینی فاصله ای ما، اما پیش خود فرض بکنین که 5 واحد بوده باشه یا 10 واحد بوده باشه. ده واحد در ظرف 2 سکند می پیمایه، در ظرف 2 سکند 10 متر در 2 سکند. میگم 10 متر بر 2 سکند حاصلش میشه 5 متر بر سکند، یعنی به طور اوسط در هر ثانیه 5 متر پیموده میشه. خیلی ما سرعت می فهمیم از مباحث ابتدایی مکتب خود. بعد از او باز شما در مباحث مکتبتان سرعت تقسیم بندی میکنین، دو نوع سرعت در نظر میگیرین. میگین سرعت متوسط یا average velocity در نظر میگیرین. average velocity میگیم average velocity و سرعت، سرعت لحظوی یا instantaneous velocity به حرف وی ساده شما در نظر میگیرین. خیلی ما سرعت، سرعت متوسط داریم و سرعت، سرعت لحظوی. از مباحث مکتب ما به بحث سرعت متوسط فرمول یاد داریم. هر زمانی که ما سرعت متوسط میگم یا average velocity میگم، سرعت متوسط. شاگردا، سرعت متوسط چیست؟ ما وقت سرعت متوسط میگیم در حقیقت مطالعه سرعت میگم، مطالعه سرعت یک جسم در یک انتروال زمانی، مطالعه سرعت یک جسم ما در یک انتروال زمانی. خیلی سرعت متوسط مطالعه سرعت است، مطالعه سرعت، مطالعه سرعت در یک انتروال زمانی، در یک انتروال زمانی ما میگم، در یک انتروال زمانی. انتروال زمانی چه معنا؟ این یک جسم آغاز به حرکت میکنه. شما تصور بکنین که من سرعت زیر محاسبه میکنم در یک انتروال زمانی، از اینجا فرضاً اینجا لحظه اول 3 ثانیه بوده باشه، در لحظه 3 سکنده این در موقعیت اولشه، فرضاً در اینی موقعیت بوده باشه، در موقعیت 5 متریست. در لحظه اول در موقعیت 5 متری، در لحظه دوم، در لحظه دوم ما، این لحظه دوم ما شما فرض بکنین که لحظه 7 سکند بوده باشه، در موقعیت دوم، موقعیت دوم 20 متر بوده باشه، 20 متر. خیلی من اتو میگم سرعت متوسط چیز عبارت از سرعت است که، عبارت از سرعت است که ما حرکت یک جسم یا سرعت یک جسم در یک انتروال زمانی بررسی میکنیم. در اینی انتروال از اینی محدوده از T1 تا به T2 بررسی میکنیم. در اینی محدوده زمانی، در اینی محدوده زمانی، در محدوده دلتا تی ما داریم بررسی میکنیم. average velocity فرمول مشهوری که شما از درس های مکتبتان به یاد دارین، average velocity مساوی است به دلتا اس بر دلتا تی.
شما هرگاه محاسبه بکنید میگین average velocity ما مساوی است. دلتا اس عبارت از فاصله پیموده شده از اینجا تا به اینجا. چقدر فاصله پیموده شده؟ شما وقت در نظر میگین از 5 متر تا 20 متر به رقم 15 متر تغییر مکان یا فاصله پیموده شده 15 متر. دلتا تی زمان سپری شده یا انتروال زمانی از 3 ثانیه تا به 7 ثانیه در حقیقت 4 سکند یا دلتا تی ما 4 سکند است. شما این وقت محاسبه میکنین میگین که افریج ولاسیتی ما برابر است به 15 بر 4. 15 تقسیم 4 میکنین تقریبا 3.5 واحد میشه، 3.5 متر بر سکند. معمولا این دلتا اس بر دلتا تی را شما ایتون نشه کده میتونین که اس 2 منفی اس 1 بر دلتا تی. دلتا تی اس دو موقعیت دوم یا هم شما میگین موقعیت در لحظه دوم منفی اس یک موقعیت در لحظه اول شما در نظر می اس تی یک اوور دلتا تی مطرح میکنین. خیلی ما شما از مباحث مکتب خود سرعت متوسط میشناسیم. مطالعه سرعت در یک انتروال زمانی، انتروال زمانی بین تی یک تا به تی دو. ولی هر زمانی که ما در زندگی عملی بیایم برمیخوریم، در زندگی عملی شما باز یک چیز دیگه دارین. معمولا در زندگی عملی ما سرعت متوسط کمتر استفاده میکنیم. شما معمولا در یک موتر نشستین، یک دفعه به کاکا موتروان صدا میکنین کاکا سرعتت چقدر است؟ ما سرعت در یک لحظه معین زمانی، مثلا شما میگین مقدار سرعت ما در لحظه پنجم، در لحظه پنجم مقدار سرعت ما چقدر است؟ ما در زندگی عملی بیشتر سر و کار امروی سرعت های لحظوی داریم. سرعت در یک لحظه معین زمانی در یک لحظه مشخص، در اون صورت باز ما سرعت لحظوی میگیم. خیلی یک سوال مطرح میکنم، سوال مطرح میکنم که آیا ما میتوانیم سرعت یک جسم را در یک لحظه مشخص زمانی، در یک لحظه معین زمانی تعیین کنیم؟ ما آیا میتونیم این کار کرده که در یک لحظه معین زمانی سرعت یک جسم تعیین بکنیم؟ دقت بکنه، بر سرعت متوسط شما فرمول یاد دارین. فرمولش این نیست دلتا اس بر دلتا تی. معزله سرعت چیست؟ ما هر زمانی که میگیم velocity problem در حقیقت تعیین سرعت در یک لحظه معین زمانی یا هم سرعت لحظوی اینی عبارت از اینی در حقیقت معزله سرعت ماست. ما هر زمانی که میگیم velocity problem در حقیقت پیدا کردن سرعت در یک لحظه معین زمانی اینم یک پرابلم. خیلی سوال ما مطرح کردم آیا ما میتونیم سرعت یک جسم در یک لحظه معین زمانی تعیین کنیم؟ ما میگم بله با کمک فرمول سرعت متوسط، با کمک فرمول سرعت متوسط میگم. ما با استفاده از فرمول سرعت، با استفاده از اینی فرمول، با استفاده از اینی فرمول میتونیم که سرعت لحظوی را تعیین بکنیم یا هم سرعت یک جسم در یک لحظه معین زمانی تعیین بکنیم. بیاین یک مثال در نظر بگیرم. ما یک دانه مثال در نظر میگیرم به این شکل. خب در مثال خود ما یک جسم در نظر میگیرم، ما میخواییم که سرعت از این جسم در یک لحظه معین زمانی محاسبه کنیم. این یک جسم در حال حرکته، به این سمت در حال حرکته. ما میخواییم سرعت از جسم تعیین کنیم در این لحظه معین زمانی، در لحظه پنجم مقدار سرعت از این را ما میخواییم تعیین بکنم. ولاسیتی از این راستی چقدره؟ اینی میشه سرعت، سرعت لحظوی. خب من چه میگم؟ هر زمان که از ما خواسته شد سرعت یک جسم در یک لحظه معین زمانی، ما این دوباره در نظر میگیرم کاپیشه، از ما خواسته میشه سرعت یک جسم در یک لحظه معین زمانی، اتو مطرح میکنم. هر زمانی که یک جسم برام داده شد، از ما خواسته شد سرعت از این به دست بیارم، سرعتش در یک لحظه معین زمانی، در اون صورت یک تا لحظه دومی را به شکل اختیاری در نظر میگیرم. این میگم لحظه اولی، یک تا لحظه دومی را به شکل اختیاری در نظر میگیرم. بعد از او باز سرعت متوسطش پیدا میکنم، average velocityش پیدا میکنم، v averageش پیدا میکنم. تکرار میکنم، هر زمانی که برای ما یک جسم داده شد و خواسته شد که در یک لحظه معین زمانی سرعتش پیدا بکنم، یک تا لحظه دومی را به شکل اختیاری در نظر میگیرم.
لحظه اولی لحظه پنجمی یعنی 5 سکنده، لحظه دومی 7 سکنده. این رو به شکل اختیاری انتخاب میکنم. این حال شما رو دقت بکنین، در اینجا شما دو تا لحظه زمانی دارین، این یک انتروال شد، انتروال زمانی شد، یک دانه انتروال زمانی شد. حال شما میتونین اوریج ولاسیتی رو پیدا کرده میتونین. خب اوریج ولاسیتی چیز میگم S2 منفی S1 بر T2 منفی T1 یا هم دلتا تی میگم، اینی در حقیقت دلتا شما T2 منفی T1 یا هم شما اینی انتروال زمانی رو که در نظر میگیرین در مباحث قبلی ما دلتا تی گفته بودم، دلتا تی. تکرار میکنم، لحظه دوم انتخاب کردم به شکل اختیاری، اوریج ولاسیتی رو به دست میارم، بعد از او لحظه دومی ما را نزدیک میسازم به لحظه اولی، اینی را من نزدیک میسازم به لحظه اولی، اینجا میارمش این 7 سکند ها. من میگم 6 سکند نزدیکش میسازم، دیگه هم نزدیک میسازم به این سمت، اما من نزدیک ساختم میرم 5.5 سکند، 5.1 سکند، 5.01 سکند. لحظه دومی را به لحظه اولی نزدیک ساختم میرم، لحظه دومی را من نزدیک ساختم میرم به لحظه اولی. این چی نرسای با؟ ای که من میگم لحظه دومی را به لحظه اولی نزدیک میسازم، هدفم چیست؟ شما لحظه اولی تان از 5، لحظه دومی را که انتخاب کردین ای تی یک تانه، ای تی دو تانه، ای ثابت میمونه، پنج ما ثابت میمونه، پنج ما را تغییر نمیدیم دیگه، ای را در حالت خود ثابت باقی میمانیم، اما تو ثابت نگه میداریم. اینی لحظه دومی را من نزدیک ساختم میرم، افتا به پنج نزدیک میزنم 6 سکند میگم، دیگه هم نزدیک میسازم 5.5 میگم، دیگه هم نزدیک میسازم 5.1، دیگه هم نزدیک میسازم 5.01. شما رو دقت بکنین، ما در حقیقت لحظه دومی را نزدیک ساخته رفتم به لحظه اولی. اتو میگیم هرگاه لحظه دوم دومی را به لحظه اولی نزدیک بسازم، در حقیقت اوریج ولاسیتی ما نزدیک میشه به سرعت لحظوی، نزدیک میشه به سرعت لحظوی. اتو یک جمله میگم، هرگاه اینی لحظه دومی ما بسیار زیاد نزدیک به لحظه اولی شد، شما تصور بکن اینی دینی موقعیت بیه، بسیار زیاد نزدیک شوه دینی موقعیت بیه، شما وقت در نظر میگیرین دینی ما بسیار زیاد نزدیک شوه، یعنی اینی لحظه دومی تان 5.1، ای 5 ای تقریبا 5.0001، یعنی به 5 ما بسیار زیاد نزدیک شده. خیلی میگم هرگاه تی دو لحظه دومی بلا بسیار زیاد نزدیک شد به لحظه اولی، در اون صورت اوریج ولاسیتی ما مساوی به سرعت لحظوی میشه. خیلی ما اتو یک رابطه به دست آوردم، در حقیقت اینی یک فرمول برای دریافت سرعت لحظوی است، فرمول دریافت سرعت لحظوی است. شما اگر دقت بکنین در ابتدا وقتی ما ولاسیتی پرابلم مطرح کردم، گفتم ما به سرعت لحظوی فرمول ندارم، گفتم فرمول میتونم به دست آورم با کمک فرمول سرعت متوسط. چگونه؟ گفتم این نقطه را به شکل اختیاری انتخاب میکنیم، ایره به این نزدیک میسازیم، اگر لحظه دوم به لحظه اول بسیار زیاد نزدیک شد، اوریج ولاسیتی ما مساوی به سرعت لحظوی میشه. انجینر صاحب گرامی، ما عبارت خود یک کم تغییر میدم، هر زمانی که ما میگم لحظه دوم به لحظه اول نزدیک شوه، اینجا ببینین لحظه دوم به لحظه اول ای چه معنا میده؟ شما این ابتدا دلتا تی ما از این قسمت تا به این قسمت تا بین دلتا تی ما، هر زمانی که اینجا میرم دلتا تی ما کوچک میشه، دلتا تی ما کوچک میشه، دلتا تی ما کوچک میشه، یعنی وقتی من میگم تی دو رو به تی یک نزدیک میسازم، در حقیقت دلتا تی ما رو کوچک ساختم میرم، یعنی ایر تقرب به صفر داده میرم، یعنی هر زمانی که من میگم تی دو رو به تی یک نزدیک میسازم، این دلتا تی چیز دلتا تی تفاوت بین تی یک و تی دو، تی یک و تی دو، این تفاوت فعلا تفاوت زیاده، آیسته آیسته کم شده میره، کوچکتر شده میره. شما اگه دقت بکنید اینجا مقدار دلتا تی رو اگه بخوایم محاسبه کنین، تفاوت بین از 7 و 5 تفاوتش 2 واحده، 6 و 5 تفاوتش 1 واحده، 5.5 و 5 تفاوتش 0.5 واحده، اینجا تفاوت 0.1 واحده، اینجا 0.01 واحده، اینجا 0.0001 واحده. یعنی چی؟ یعنی هر قدر که شما تی دو رو به تی یک نزدیک میسازین، دلتا تی ما رو در حقیقت به صفر کوچک نزدیک میسازین. ببینین 2 1
یک، صفر اشاره پنج، صفر اشاره یک، صفر اشاره صفر یک، صفر اشاره صفر صفر یک. یعنی اینی عبارت را که در اینجا داریم، اینی عبارت، اینی جمله را که در اینجا داریم، اینی را تو نشته کرده میدانیم. گفته میدانیم که من میگم اینجا میگم دلتا تی تقرب به دلتا یک، میگم تی دوی ما بسیار نزدیک به تی یک شوه، یا هم ما میگم دلتا تی ما تقرب به صفر بکنه. لیمیت میگم، وی اوریج میگم، مساوی به سرعت لحظوی. خیلی شما میگین که هرگاه تی دوی ما بسیار نزدیک به تی یک شوه، یا هم میگین دلتا تی ما تقرب به صفر بکنه، عین مفهوم ارائه میکنه. من به اگزامپل سوم میپردازم. اگزامپل سوم وقت ما در نظر میگیرم، در مثال سوم بر ما در حقیقت من در نظر میگیرم اگزامپل سوم، اینجا پیستش میکنم، میخوایم پیدا کنم سرعت در لحظه معین زمانی. شاگردا در اگزمپل سوم بر ما گفته شده که یک تاتوب از یک ارتفاع 450 متری سقوط میکنه، خواسته شده سرعت در لحظه پنجم، در یک لحظه معین زمانی از ما سرعت خواسته شده، در یک لحظه معین زمانی از ما خواسته شده که سرعت جسم به دست بیارم. آتو من در نظر میگیرم. خب در اگزمپل سوم، در اگزمپل سوم ما بر ما آتو شما تصور بکنین یک دانه توپ گفته در نظر بگیرین، یک دانه توپ در نظر بگیرین که از یک اینی سطح زمین بوده باشه، سطح زمین ground surface، ای سطح زمینه، اینی هم یک ارتفاع 450 متری است، 450 متری است، اما تو CN tower است، یک ارتفاع 450 متری است، یک دانه توپ در اینجا قرار داره. شما تصور بکنین که یک تا توپ به اینجا قرار داره، این توپ سقوط میکنه به طرف زمین، سقوط آزاد میکنه، سقوط میکنه، از ما این توپ دیگه میاد به اینجا، به اینجا، به اینجا، یک لحظه زمانی میرسه دیگه. از ما خواسته شده که در لحظه پنجم، در تی مساوی به 5، در لحظه پنجم مقدار سرعت محاسبه بکنم. دریافت سرعت در یک لحظه معین زمانی، نام از این میمونم سرعت لحظوی. خب سوال ما میست، در اگزمپل سوم یک توپ از یک ارتفاع سقوط میکنه، در لحظه پنجم ما میخواییم که سرعت زیره به دست بیارم. من کدام کار نمیکنم، عین کار را که در گذشته انجام دادیم. هرگاه از ما خواسته شد سرعت در یک لحظه معین زمانی محاسبه کنیم، من اینجا در نظر میگیرم، هرگاه از ما خواسته شد سرعت در یک لحظه معین زمانی، در لحظه 5 ثانیه‌ای از ما خواسته شده، در لحظه 5 سکنده از ما خواسته شده سرعت محاسبه کنم، 5 سکند، در لحظه 5 سکنده از ما سرعت خواسته شده که باید ما سرعت زیر به دست بیارم که مقدار سرعت ما براستی چند واحده، در لحظه 5 سکنده سرعت. اتو میگیم هر زمانی که از ما خواسته شد سرعت در یک لحظه معین زمانی محاسبه کنیم، در اون صورت ما شما یک تا لحظه دیگر به شکل اختیاری در نظر میگیریم، به شکل اختیاری میشه 6 ثانیه در نظر بگیریم، میشه 7 ثانیه، من 6 سکند در نظر میگیرم لحظه دوم خودم، اینو میگم لحظه اولی، اینو میگم لحظه دومی. لحظه دومی را که انتخاب کردم آنن اوریج ولاسیتی را محاسبه میکنم، لحظه دومی را که انتخاب کردم آنن به محاسبه اوریج ولاسیتی میپردازم، وی اوریج، وی اوریج ما مساوی به چیز میگم مساوی سرعت در لحظه دوم اس دو، منفی اس یک گفته بودیم، سرعت در لحظه اول بر دلتا تی گفته بودیم، بر دلتا تی می محاسبه میکنیم. انجینر سایبا شما از درسای مکتبتان فرمول سقوط آزاد همه فاهمین، فرمول سقوط آزاد شما گفته بودین اچ مساوی به 4.9 تی مربع، یا هم اس یک مانا داره، اس یا اچ یک مانا داره، 4.9 تی مربع، ای فرمول سقوط آزاد است که از درسای مکتبتان میفهمین. ایره گالیله برای اولین بار میگه که اچ ما یا اس ما مساوی به 4.9 تی مربع. شما اس تی دو وقتی میگین، میگین مساوی است دیگه، اس در لحظه دومی، لحظه دومی ما اینجا 6 ثانیه است، موقعیت در لحظه دوم منفی موقعیت در لحظه اول، لحظه اول ما 5 ثانیه است، موقعیت در لحظه اول بر دلتا تی. انجینر سایبا در اینجا شما وقتی میبینین تی یک ما اینیست، تی دوی ما اینیست، دلتا تی رو وقتی بخواین به دست بیارین، دلتا تی ما تفاوت بین ازی و ازی تفاوت، دلتا تی ما به اندازه یک واحده، دلتا تی ما خیلی یک واحد اینجا وضع میکنم. خب شما اس 6 یعنی اینجا ایواز هر جا که تی دارین اس 6 میگم، موقعیت در لحظه ششم 4.9 تی مربع، ایواز تی 6 وضع میکنم، 6 که مربع شوه 36 میشه،
شما 4.9 ضرب 36 میکنین، هر چنده که به دست آمد. در اینجا وزن میکنین تقریبا 176 اشاریه 4 واحد به دستان میه، اشاریه 4 منفی اس 5 وزن میکنین، هر جا که تی دارین 5 وزن میکنین در این معادله، قیمتش به دست میه 122 اشاریه 5 تقسیم 1 مخرج 1 معنا نداره، حاصلتان میشه 53 اشاریه 9 متر بر سکند. در حقیقت افریج ولاسیتی رو شما به دست آوردین، افریج ولاسیتی ما وی افریج ما در این حالت تی یک ما 5 بود، تی دوی ما 6 بود، افریج ولاسیتی رو من محاسبه کردم 53 اشاریه 9 واحد، 53 اشاریه 9 متر بر سکند. ما شما گفته بودیم که وقت سرعت در یک لحظه خواسته شد، یک لحظه دیگر به شکل اختیاری انتخاب میکنیم، بعد از او باز اینی رو ثابت نگه میداریم، این پنج ما رو ثابت نگه، این ثابته، پنج خود ما شما ثابت نگه میداریم، این پنج خود ما شما ثابت نگه میداریم، اینی لحظه دوم به لحظه اول ما نزدیک ساخته میریم، نزدیک میسازیم. خب شما یه نزدیک 6 است، نزدیک میسازم به 5، 5.1 فرزند میگم، دگام نزدیک میسازم 5.01 میگم، 5.01. بعد از او 5.001 میگم، یعنی اینی لحظه دوم خود به لحظه اول، اینی 6 ثانیه را به 5 ثانیه نزدیک ساخته میرم. اینی اردوی ازی در حقیقت با استفاده از اردوی ازی شما دلتا تی رو محاسبه کرده میتونین که بین 5 و 5.1 دلتا تی ما از به اندازه 0.1 واحد دلتا تی رو که پیدا کردین اوریج ولاسیتی رو محاسبه کرده میتونین با استفاده از اینی فرمول اس تی 2 منفی اس تی 1 بر دلتا تی. شما هرگاه محاسبه کنین به عنوان مثال من دیگه هم کار میکنم که بر شما روشن باشه، وی اوریج وقتی شما محاسبه میکنید اس تی 2 سرعت در لحظه دوم، لحظه دوم ما فعلا دیگه 5.1 سرعت در لحظه دوم 5.1 منفی سرعت در لحظه اول اس تی 1 لحظه اول ما 5 ای ثابت نگه داشته میشه بر دلتا تی، دلتا تی ما به اندازه 0.1 واحده. شما فرمول موقعیت میفهمید سقوط آزاد، اینی فرمولش از 4.9 تی مربع اینجا وزن میکنین، مقدار اوریج ولاسیتی را که به دست میارین تقریبا 49.49 واحد میباشه، 49.49 واحد. خیلی من اینجا در نظر میگیرم 49.49 واحد. در اینجا مقدار دلتا تی رو وقتی که میبینین 0.01 اینی هر دو اینی تی یک ای تی دوس اوریج ولاسیتی رو با استفاده از این فرمول محاسبه میکنین تقریبا 49.049 میشه، 49.049 بین شکل شما اینجا اینی مقدار دلتا تی تان 0.001 0.001 اینی تی یک اینی تی دو میشه. شما عین فکرتان باشه کار ما ثابته، تی یک ثابت نگه میدارین لحظه دوم نزدیک ساخته میرین، نزدیک میسازین، نزدیک میسازین. بعد اینمی هر دوره ای تی یک تی دو دلتا تی رو به دست میارین و اوریج ولاسیتی رو با استفاده از این فرمول که من اینجا کار کردم، شما مقدار دلتا مقدار اوریج ولاسیتی رو در این حالت وقتی که محاسبه میکنین تقریبا 49.0 وقت محاسبه میکنین 49.0049 میشه. من متوجه یک باریکی میشم، من متوجه میشم هرقدر که تی دوی ما نزدیک به تی یک میشه، این وقتی که نزدیک میشه، هرقدر که نزدیک میشه تی دوی ما ببینین به 5 نزدیک شده، اینجا 5.01 دلتا تی ما تقرب به صفر کرده، دلتا تی ما تقرب به صفر کرده، میبینم اوریج ولاسیتی ما تقرب به 49 کرده، ببینین 49.49 49.049 49.0049 در حقیقت به 49 نزدیک شده میره. خیلی ما شما یک نتیجه گیری میکنیم از اینجا، ما میگیم که هر زمان که تی دوی ما نتیجه گیری میکنم هر زمان که دلتا تی ما تقرب به صفر میکنه، هر زمان که دلتا تی ما تقرب به صفر، اینجا تقرب به صفر کرد، اوریج ولاسیتی ما به 49 نزدیک میشه، اوریج ولاسیتی ما نزدیک به 49 میشه. ما شما اینجا نتیجه گیری کرده بودیم، چی گفته بودیم؟ هرگاه دلتا تی نزدیک به صفر شود، تقرب به صفر کنه، اوریج ولاسیتی در قد به سرعت لحظوی یا انستانتینیوس ولاسیتی تقرب میکنه. ما شما گفته بودیم که ارگا دلتا تی تقرب به صفر بکنه، اوریج ولاسیتی ما در قد تقرب به انستانتینیوس ولاسیتی یا سرعت لحظوی میکنه. ما شما در قد موفق شدیم به دریافت سرعت لحظوی، سرعت لحظوی ما چقدر است؟ 49 متر بر سکند. برای فعلا فقط شما همونطور بمانین، آینده باز کارهای ساده تر دیگه
پیشنهاد میکنیم. خیلی مقدار سرعت ما در لحظه پنجم چقدره؟ مقدار سرعت ما در لحظه پنجم به اندازه 49 متر بر سکند بود که ما شما عملا محاسبه کردیم. یک چیز فراموش هم نشه انجینیر سایبا، وقت ما شما دقت میکنیم دو تا پرابلم داشتیم، یکی تانجنت پرابلم داشتیم، تانجنت پرابلم، یکی هم ولاسیتی پرابلم داشتیم. ولاسیتی معنی در سای خود ارگاه جمع بندی بکنم پرابلم داشتیم. ما ارگاه اردو پرابلم یکم دقت بکنم، در تانجنت پرابلم و ولاسیتی پرابلم در حقیقت عین کار ما شما انجام میدادیم. چه کار میکردیم؟ شما در حقیقت در دو حالت وقتی که در نظر میگیرین، بین من میره در نظر میگیرم، در تانجنت پرابلم شما معمولا یک تا از شما خواسته میشد، برای شما یک تابی داده می شد. شما تصور بکنید که اینی گراف یک تابی بوده باشه، حتی یک چیزه این گراف یک تابی بوده باشه fx، از شما خواسته می شد که میل خط مماس در یک نقطه به دست بیاریم، میل خط مماس در یک نقطه به دست بیاریم، در این نقطه خط مماس در نقطه P، اینی تانجنت لاین تان است. از شما خواسته می شد که میل تانجنت لاین به دست بیاریم، میل تانجنت لاین تان به دست بیاریم، اینی تانجنت لاین تان میلش محاسبه کنیم. نامعلوم می بود. در ولاسیتی پرابلم چه کار می شد؟ در ولاسیتی پرابلم وقتی که ما می آمدیم اینجا برای شما یک جسم داده می شد، یک دانه جسم برای شما داده می شد، از شما خواسته می شد سرعت در یک لحظه معین زمانی به دست بیاریم، سرعت در یک لحظه معین زمانی محاسبه کنیم. سرعت در یک لحظه معین زمانی محاسبه می کنم. به این کار بکنیم. خب ما میخوایم که سرعت در از ما خواسته میشه که در لحظه معین زمانی، فرضاً در لحظه پنجم، از ما خواسته میشه که در تی مساوی با 5 سکند مقدار سرعت محاسبه کنم. اتو میگیم در تانجنت پرابلم در یک نقطه میل خط مماس از ما خواسته میشد، در ولاسیتی پرابلم از ما سرعت در لحظه معین خواسته میشه. ما شما اینجا چی میگفتیم؟ میگفتیم که یک تا نقطه دیگر به شکل تخمینی انتخاب میکنیم، نقطه کیو را، نقطه کیو را نزدیک میسازیم به نقطه پی. شما رو دقت بکنین، اینی نقطه فرض بکنین که مستوی مرکبه اکسش دو باشه، از این مرکبش اکس هم. هرگاه شما کیو را به پی نزدیک بسازین، در حقیقت اکس تانه به دو نزدیک میسازین. شما چی گفته بودین؟ اتو میگفتین هرگاه اکس ما بسیار زیاد نزدیک شوه به دو، در او صورت میل سیکنت لاین ما مساوی به میل تانجنت لاین میشه. اینجا ما این گپ میگین، اینجا چه میگین؟ ما میگیم که یک تا نقطه دیگر به شکل تخمینی در نظر میگیرم، نقطه تی دوره، اینی نقطه تی دوره من نزدیک میسازم به نقطه تی یک، این نقطه نقطه تی یک بوده باشه. اتو میگفتیم ما میگیم که نقطه دیگر به شکل اختیاری انتخاب میکنیم، اوریج ولاسیتی را محاسبه میکنیم، ایره به دست میاریم. بعد از او لحظه دوم به لحظه اول نزدیک ساخته میریم، لحظه دوم به لحظه اول نزدیک میسازیم. اتو میگیم هرگاه لحظه دوم ما بسیار زیاد نزدیک شد به لحظه اول، اوریج ولاسیتی ما مساوی به انستانتینیوس ولاسیتی میشه. خیلی برای فعلا ارگاه نتیجه گیری کنیم، ما شما ایت میگیم در بعض حوادث طبیعی، در بعض حوادث طبیعی ما یک کمیت به یک کمیت دیگه بسیار زیاد نزدیک میسازیم، به یک مقدار دیگه نه، یک مقدار به یک مقدار دیگه بسیار زیاد نزدیک میسازیم. اینمی بسیار زیاد نزدیک میسازیم، ما تعریف الجبری وقتی که برش میکنیم لیمیت مطرح میکنیم، یا LIM میگیم. خیلی لیمیت تا به هنوز وقتی که ما در نظر گرفتیم، لیمیت یعنی تقرب کردن، یعنی نزدیک شدن، یعنی بسیار زیاد نزدیک شدن. خیلی بعد از این هر جا که ما شما لیمیت دیدیم، یعنی نزدیک شدن و بسیار زیاد تقرب کردن، یا هم بسیار زیاد نزدیک شدن. خیلی ما شما در این لکچر به بحث پرابلم سرعت پرداختیم، گفتیم که ولاسیتی پرابلم در حقیقت دریافت سرعت لحظوی است، و بعد از اون ما دیدیم که تانجنت پرابلم و ولاسیتی پرابلم در حقیقت عین معضله است و عین راه حل ما شما بهش پیشنهاد میکنیم. آرزوی صحتمندی و سلامتی برتان دارم، موفق بمانید.